دوستی دارم که عاشق جابجا شدن و تعویض کردن خونه است. یعنی اینکه هر سال توی محله تازه، توی خونه تازه با یه چیدمان تازه میتونی ملاقاتش کنی و اعتقاد داره که اگه آدم‌ها مطالعه بیشتر و بهتر می‌داشتن، اون وقت قدر و اندازه و تناسب همه چیز دستشون بود و دریافت و لمس زیبایی براشون آسون‌تر می‌شد. معتقده کتاب‌ها آدم‌ها رو به تعادل و آرومی نزدیک‌تر می‌کنن. خلاصه این که خیلی بلده با توجه به این که توی آپارتمان امروزی داره زندگی می‌کنه یا یه خونه قدیمی از اون خونه‌هایی که حوض و حیاط باغچه دارن و دیواراشون آجر بهمنیه، بلده وسایل زندگی رو جوری کنار هم قرار بده که وقتی داخل خونه میشی فکر کنی یک اتفاقی واسه دلت افتاده. دلت مؤدب‌تر شده، مهربون‌تر شده، حس کنی حالت خوبه، خیلی خوبه. جوری همه چیو تمیز و آروم چیدمان میکنه که وقت برگشتن به خونه از سر کار گمون میکنی به خونه خودت دعوت شدی، با شاخ گلی در دست، گاهی برای خودت، گاهی برای مهمونی که قراره بیاد یا رفیقی که ساعتها توی خونه منتظرت بوده. خلاصه این که چه خوب آدم یه جایی رو برای سکنا گزیدن، برای نشستن، برای آروم گرفتن داشته باشه. یه جایی که وقتی از پیچ کوچه چشمت بهش افتاد، بی هوا تو دلت بگی آخ چه خوب که رسیدم و قدم ها تو تندتر برداری. دوست من معتقد اشیاء و وسائل خونه هم میتونن حال آدم رو خوب کنن. مثل اون یخچال لیمویی رنگ توی آشپزخونه که هر وقت میری سراغش تا خبری از داخلش بگیری باید چند دقیقه بیستی و عکسای یادگاری روش رو تماشا کنی. یا اون قوری بلوری که رنگ قرمز مایل به بنفش چای رو میتونی توش ببینی. یا اون ماهیتابه روحی که واسه صبحانه، فکر میکنید بچه ها بیدار شدن واسه صبحانه خوردن و آغاز امروزش؟ آقا تو میری دستشوی قبلش در نمیزنی؟ داشتی زایمو میکردی دیگه. آخ شرمنده، نمیدونستم شما اون برای آبی، منم باید ویزا بگیرم. صبونه چی شد؟ نه روزبه تو بساطش یه مایتابه نیست، یه نیمرو درست کنیم. ای بابا، من بار دو نفر بستم فرستادمشون جزایر خوشبختی، اون وقت تو یه سطح مسطحی پیدا نکردی دوتا تخم مرغ بندازی رو؟ اتفاقا تخم مرغ هم نداریم. آقا مرتضی، من یه جور دیگه رو حساب میکردم. آقای جزیره خوشبختی، داری میری هم نون بگیرم تخم مرغ. کیفم کجاست؟ صبونه چیه؟ سلام علیکم. فعلا صبونه خبری نیست.
برای چی من بیدار شدم؟ اونها دیشب تا نصف شب داشتین چرت و پرت میگفتین، خاطره تعریف میکردین، بعدش هم خودی که من خوابم نام، من تازه 6 صبح خوابیدم. آمدی کو؟ رفت نون بگیره، تخمه مرغ هم بگیره بیاد. این برای چی هنوز خوابه؟ بخی کجا میری بابا؟ ولش کن، چیکار داری؟ بذار بخوابه، ولش کن. میبریم بریم روزبه رو پیدا کنیم، بیدارش کنیم، ببینیم که مایتابه رو کجا گذاشته. روزبه روزبه پاشو ببینم تو این خنزر پنزره گرونبها دید قابلمه ای مایتابه ای دیگه چیزی پیدا نمیشه؟ وخی وخی دیگه بابا، طرف دار آدومه دارن زده امضا میگیرن. چی بگی شما دوتا؟ پاشو آب باریکلا. ببین میخواییم صوبونه بخوریم، یه قوری قابلمه یه مایتابه. بابا یه چیزی گرد تو این یه وانت باریکه آوردی نی؟ دیگه هرچی دارم همون چست. سلام، صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. بخشی تلویزیون کجاست؟ من باید اخبار صبح ببینم که چی بشه؟ که بفهم تو دنیا چه خبره. آها، یعنی شما برنامه زندگی دا با دنیا تنظیم میکنی؟ دقیقا. تو بعضی کشورها مردم صبح که میخوان خونه برن بیرون باید حتما گزارش هواشناسی رو بشنمن، وگرنه شب نمیرسن خونه چون تو رو یخ میزنن. الان هم یه وضعیتی شده که باید بدونی چه خطری تهدیدت میکنه صبح به صبح که بتونی جا خالی بدی. چه میدونم کجا آتیش سوزی شده، کجا منفجر شده. عجب. آقا آرمان تو این کوله چیه 100 کیلو وزنشه؟ میخوای بازش کنم؟ نه وایسا بزن من آقا بعد بازش کن. چیز عجیبی توش نیست که. نیست بابا، یه آیه اخلاق نیشم نذاشت درش با کنیم. گسته آبش خوابه زشت عیبه اخه توفه. دیشب که تو خواب بودی ما کلی حرف زدیم، خاطره تعریف کردیم. یه چکیدهشون میشه بعدا برای من تعریف کنیم؟ مگه ماست سامو؟ آقا ولش کن، تو کوله چی؟ کتاب. کتاب؟ کتاب؟ همش کتابه؟ مگه تو چند تورش داره با هم میخونی؟ من که پژوهش هنر میخونم، ولی خب کارم اینه، یعنی کتاب بسات میکنم، هم علاقه دارم همین که یه ذره از خرجمو در میاره. آها ببین این ماجرای عکس این پنج تا جوون عباس آقا چیه؟ آها این هیچی، فکر میکنم که اینا پسراش بودن یا مثل پسراش بودن یا همچین چیزایی. مثل پسراش؟ پسراش؟ یه ما دیگه میگی؟ فکر کنم که پسراش بودن یا مثل پسراش بودن یا همچین چیزایی. بنده تا خود صبح مغزم نصفش درگیر اون جمله نصفه جنابالی بودست. زین پس وقتی داری با بنده حرف میزنی ها این جمله ها دا نقطه بذار باید بخواب باشه؟ سر تو واقعا چی تو فکرت بوده رفتی این آتش خاله رو خریدی؟ لوکسا بچه ما حالا از مایتابه و قاشق چنگال و لیوان نداریم تا کمد و تخت و نمیدونم یخچال. خب راحت‌تر نیست بگی چی داریم؟ دو تا کاناپه داریم، گاز داریم، چنگک های قصد بی عباس آقا هم داریم. آفرین، آدم باید بیشتر به داشته‌هاش فکر کنه تا نداشته باشه. عزیزم ما الان اشتها جز داشته همونه، صبحونه جز نداشته همون، باید به کدوم فکر کنیم؟ به 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 خجسته فار. به 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 صبحت بخیر آم مرتضا. دمت گرم، پوشه یه املتی ردیف کن واسم. املت؟ بی املت. چرا؟ چینو سیختیم؟ چیختی؟ از اونی که ماهی تابه نداریم برای املت. و قاشق واسه هم زدن، و پیاز واسه گاز زدن. آه. و تلویزیون. تلویزیون؟ چه موقع خوردن تماشا کنیم دیگه. و خوب شد اینا رو آوردم. کدوم رو؟ چی هره؟ بگی فروش لوازم منزل
به علت مسافرت. مهاجرت. فروش لوازم منزل به علت مسافرت. مهاجرت. مسافرت. میره مسافرت. فروش لوازم منزل به علت مسافرت و مهاجرت. آدرس نیاوران، خیابان شمشاد، میدان محسنی، کوچه کاش، پلاک 5. تاریخ بازدید جمعه 20 بهمن از ساعت 9 صبح تا 9 شب. به صرف شیرین یا شام. اینه که همه شبیه همه که. آفرین. میخوام یه نکته ای رو بهتون آموزش بدم. بزنین تنگ شالتون. اولین اصل اقتصاد. وقتی تقاضا کم باشه فروشنده کوتاه میاد. هر چی آگهی روی در دیوار محل بود و کندن. ما الان دیگه اصلا رقیبی نداریم. هر وقت دلمون خواست میتونیم بریم سر وقت یارو. بفرمایید. الهی وایستا یه دقیقه خیلی جا شمسه همه بابا آخه اگه میدونستم برای روپ خودم واسدن محکومم صبح گرجه با نون ساق بزنم خدی حتما قبلش مایتا ببرمی داشتم به خصوص صبحونه وعده خیلی مهمه. چند ماه پیش کارشناس برنامه میگفت رو سلامت پوست و مو خیلی تاثیر میده. کاتولا اینقدر نگران سلامت پوست و مو نباشی. یه وعدش که دیگه خرابش نمیکنی. بچه‌ها راستی امروز کسی دانشگاه نره ها. هممون باید بریم سراغ خرید اساسیه. حالا کجا معلوم چیزایی که میخوام داشته باشه؟ فکر کنم اونجاشم کار نه. آقا این سمساریه. این هم خونه همون یاروه که وسایلشو گذاشته حراجی. ما باید دو تا گروه بشیم بچه ها. گروه اولمون مرتضی و مسعود. شما دو تا با هم دیگه میرید کجا؟ سمساری. گروه دوممون گروه دوم خودم و روزبه. ما دو تا هم با هم میریم سراغ این یارو که وسایلشو گذاشته واسه حراجی و مسافره. بریم. نه من که اصلا کار دارم نمیتونم بیام. اصلا مقدور نیست که بیام. درست هم نیست اصلا. آج آشغال نمیخرین ها. فقط ضروریات. نه شما دوتا میرین سمساری ما هم میریم خونه اون یارو. نه بریم. بفرمایید. سلام قربان. برای خرید وسایل منزل مزاحم شدید. اون آیفون خرابه. اجازه بدید خودم میام دمه. بله بله. آیفونشون خرابه که دارن مهاجرت میکنن. آتف رشی، این اصلا چیه؟ چنده؟ اون سبت من لازم میشه دارم. آتف رشی، این چند؟ اون 2,500,000. با نیم با این یکی چه؟ بایم 1,200,000. این خوب گنده تره، کوچیکی تره. خب چی جوریه؟ این الان کوچک تره، این بزرگ تره، نیکو این گرون تره؟ خب اون یکیش کار نمیکنه آقا جان. این کار میکنه، این کار میکنه دقا مرتضا. چه نورمه آی تفرسی، این بوغی چیه چه؟ او گرامافون آقا جان. 4,400,000 تومان تخفیف هم داره؟ حالا شما بپسنده محسوس. خب فقط ضروریات. من قیمتی چه میپرسم؟ بگی یه ساعت میخوای قیمت بدونی؟ بعد نیاده مثلا چیزی سر در بیاره. بگی کنون سر اینو میگم آن
کشکی این روز به ایم می آوردیم همشه هریشه تخفیف می دام نمونه سنج سلام عرض کردم خوش آمدی آقای استاد استاد نجفیان خواهش میکنم خوشحالم بفرم نه بیا پسرم دستتون درد نکنه خب من باورم نمیشه انگار دارم خواب میبینم خواب چیه پسرم بالاخره ما هنرمندان مثل بقیه یه روز زندگیمونو حراج میکنیم یه روز مشکل داریم چه فرق میکنه آقا مطمئنی دوربین مخفی نیست دوربین مخفی چیه با؟ این بچه صبونه هم نون و گوجه خالی خورده دیگه الان شما رو دید کلن پس افتاد پس برم براتون چایی بیارم خیلی ممنون باورت میشد یه روز رسول نجفیان برات آبقند بیاره نه چرا نگاهش میکنی خب بخور دیگه استاد نجفیان هنرمند محبوب پدر من بود واقعا؟ آره این آبقند رو باید پدرم میخور آخه استاد جانم ما بچگیمون با دیدن فیلم های شما گذشتیم چه جالب بله ما کلن تو خونمون دیویدی پلیر نداشتیم کلن دوتا فیلمم تو خونه بیشتر نبود یکی پدرخوانده بود یکی دزدر روسکا پدر منم هر هفته یکیشو پخش میکرد من کلن همه دیالوگای شما رو تو مسافره ری از حفظم بله من شاهدم همه رو حفظه اتفاقا جالبه من خودم اون دیالوگا رو از بر نبودم از رو نوشته میخوندم شما حتی یه بار اومده بودید شهرمون من از شما امضا گرفتم کدوم شهر؟ مشهد آی یادش بخیر بله اون پیشبند دارم یاد باد آن روزگاران یاد باد یه زمانی مردم رو پیشبند بچه هاشون رو کت دامادی پشت دفترچه بسیج ازم امضا میگرفتن ولی حالا چی؟ امضا نمیگیرن؟ امضا چیه؟ دیگه سراغی ازم نمیگیرن نه کار مناسبی نه نقشی هیچ میدونین هنرمند کار نکنه میمیره بله میمیره من با هنرمندای بزرگی کار کردم اون موقع دوران بزرگان بود نفس میکشیدی کنارشون ازشون یاد میگرفتی چه برسه که باشون همبازی باشی اما حالا چی؟ آخرین نقشی که به این پیشنهاد شد شرم دارم بهتون میگم بگی جسارتاً از اونجا که من یک سری مطالعات دارم درباره هنرپیشگی میدونم که کم و زیاد بودن نقش اصلا مطرح نیست مهم شمایی که به عنوان هنرمند میتونید جان بدید به نقش بله بله متاسفانه نمیتونستم به این نقش جان بدم چون نقش نعش بود برای همین بیمهری ها قصد رفتن داری؟ آقای نجفیان شما سرمایه ملی هستی یه لبخند رو به دوربی میزنی آه؟ عکس یادگاری بگیری بله بله یک دو سه یه زحمت بکشین یه لایف من میرم برای طرفدارانتون اون آهنگ صبر ایوبتون رو بخونیم آمد جان صبر ایوب عجب رسمیه عجب رسمیه رو بخونیم آه عجب بولا الان شرایطش خود نه 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 یاری دیگه آقای نجفیان اجازه بینید من سازو هم بیارم براتون به 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 دیگه نه نه یاری بفرمایین بفرمایین
ببخشید این آیفون خرابه، من خودم باید در باز کنم. ببخشید بابا بریم من نگم بدم. مراقب باش. بله 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 با اجازه. خواهش میکنم. نه 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 فوق‌العاده بود. اینا سرمایه های فرهنگی کشورن، ما نباید بذاریم استاد نجفیان از ایران بره. فرهنگ چیه بابا؟ تو میدونی برای تولید یکی دیگه مثل استاد نجفیان چقدر باید هزینه کرد؟ تو که فقط فکر پولی. یه نکته بهت میگم، آموزشی یادگار از من بذار پرشاله. اقتصاد زیربنای همه چیزه. او قیمت ها رو دیدی گفتم اقتصاد زیر بنای همه چیزه. بفرمید. خواهش میکنم. قیمت همه اجناس روشون زده شده. بله بله میبخشید من تماس تصویری دارم میام خدمتتون. خواهش میکنم. من خودم باشید. نگاه میکنم. بله لطف میکنی. تو مگه نگفتی همه آگهی ها رو کندی؟ ببین به نظرم هیچ آدمی تو دنیا کامل نیست. حالا هرچی تو برو یک کاری کن خانمه چیزی نخره، من سعی میکنم استاد نجفیان رو منصرف کنم از رفته. دستکشو تو بده. دستکشو رو میخوای چیکار؟ بیا هله. نگران نباش، ببینم تو سام جاست میتونم برو صحبت کنم. ببخشید خانم. بفرمایید. شما از کجا فهمیدین اینجا حراج لوازم منزله؟ باشه من هفته دیگه بلیط گرفتم دارم میام. آتوسا داره روز به روز حالش وخیم تر میشه. عزیزم اشکاتو پاک کن. نگران نباش. چه میدونم آقا، من که حواس ندارم. نفرمایید. حالا چرا اینقدر سینجین میکنی؟ محض کنجکاوی پرسیدم. شاتنگ گاسون. ببینین چه نیم ست زیبایی. پایهاش چوب گردوی خلخال، روکشش هم ضد آب. آره قشنگه، رنگی هم هست که من دوست دارم. قیمتش هم مفت. قیمتو که نمیدونم مفت یا نه. آقای کفرشی، این یخچال سالمه؟ سالم. خیال تخت میشه. موتورش خارجیه. قیمتش چنده؟ بده. گورم بده دیگه. 1500. جامعه مرتضی. کشکی پر بود. ما اینو میبریمش. مبارک. میگم آقای کفرشی شما تخت خوابم داریم؟ بله داریم. یک دو طبقه دارم. چند تا معمولی. آهنی و محکم و سالم. خیالت راحت. البته تو انبار ها. مرتضی من اون دو طبقه رو میخوام. به 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 عجب حسن سلیقه ای. سیش کاسیرونه. توی سلیقه خیلی شبیه همسر مرحوم استاد نجفیان هستی. روحش سبز. قیمت ها هم که مفت. سر مرحوم استاد نجفیان این فرش و تار به تار و پود به پود به وجودشون گره زده بود. خانم من چون کار مالی این خانواده رو میکنم، در جریانم که این فرش به 10 برابر این قیمتی که ما الان روش گذاشتیم مشتری باش نشسته بود، ولی همسرشون یک کلام میگفتن نه فروش نیست. امان از دست تقدیر. پسر جان شما میشه به من بگی کلا اینجا چی ارزونه؟ نفرمایید خانم، من 30 سال این کارم. مگه شما همش سری جام چند سالتی که 30 سال این کاره ای؟
شما لطف داریم به من. من خیلی خوب موندم به خاطر مصرف لبنیات و تغذیه مناسب و ورزش. من یه احساس قرابتی با شما کردم. خواستم بهتون بگم که به قول انگلیسی ها هیچ ارزونی هم بی‌علت نیست. اون وقت دلیل ارزونی این اجناس چیه؟ شما هم جای مادرم یا هیسوشا همسر مرحوم استاد نجفیان هفته پیش به خاطر یه ویروس ناشناخته ای فوت کردن. جدن؟ بله. شما هم که دستتونو به همه جا مالیدین. مطمئنی پسرم؟ بله. نگران نشینا، سری برین منزل دستتونو خوب با آب و صابون بشورین. پس چرا زودتر به من نگفتی؟ ای کاش نمی اومدم. ببخشید چیزی انتخاب کردی؟ نه نه نه، من دنبال آسیا بقی بودم که پیدا نکردم. چرا اتفاقا یه دونه آشپزخونه دارم؟ نه خیلی متشکر. یس. چرا رفت؟ استاد احتمالا شما رو شناخت، طول کرد. مراقب باشی نیفته یه موقع. همونجور که گفتم هر چی داشتم و نداشتم فروختم فرستادم اون برا. بقیه‌ام که خب خرج بلیط هواپیما و اینا شد، وگرنه این اسباب و اساس قابل شما رو نداشت. چه کسی بهتر از شما؟ نفرمایید استاد، همین که دراور یادگار مادر رو به ما دادید کلی لطف کردید. حقیقتش دلم نیومد بفروشمش، گفتم پیش شما جوونا اهل فرهنگ و ادب باشه خیلی بهترم، خیال من راحت، هم جاش هم. بله بریم استاد. پس مراقب باشی، ما آینه رو بعدم یه میگیریم. آره آره حتما، یادتون نره آینه. مراقب باش بده. آره خوبه آخه آی جازه. مراقب باشی نه آخ آخ آخ. میدونی اولین استراتژی اقتصادی توی بحران چیه؟ نه چیه؟ این که به هر نحوه ممکنی بحران رو عقب بندازن. ما باید کاری بکنیم رفتن استاد عقب بیفته. خب توی این مدت متوجه میشه که مردم دوستش دارن، شاید یه کار خوبی هم بهش پیشنهاد بشه. آره بچرخ 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 کمرم گیره. ما چی کار باید بکنیم؟ آها اینو نمیدونم، اقتصاد توی مورد سکوت کرد. داداش درابر چند؟ فروشی نیستا. فروشی نیستا. 2 میلیون نقد میخرم. فروشی هست. آه. فروشی نیست. فروشی هست. 2 دقیقه زمان بده من با شرکم دو کلوم حرف بزنم. اینجا چی میگی تو؟ درابر یادگار مادر استادو میخوای بفروشی؟ بابا استاد خودش با اون عظمت داره جلوی وطن میکنه، بعد تو نگران دراور مادرشی؟ امکان نداره بذاره. ما این پول برای خودمون که نمیخوایم. ما یه 2000 نباید ترجیح اون باشه رفتن استاد رو عقب بندازیم؟ یکم فکر کن. گفتی چند داشت؟ 2 میلیون نفت میخوام. 200 بذار روش، 2 و 200 برات حملش کن. نمیخواد، میبرم من. فکری نوپانه. ببین چوب گردوی خلخاله، ما دوتا پدرمون در اومده تا اینجا آوردیم. شما کارتون نباشه داخلش رو چک کنین چیزی نمونده باشه مدیون نشین. حسابش هم میدم خدمت دوستتون. این خدمت شما. دست شما دفتر کنیم. بله درست بود پور؟ درست تمومه ببرم. دمت گرم. چیز برد؟ برد خب بفرم. بله آقای تفریشی، شد یه یخچال و یه کمدو، یه کتاب خونه و 2 تخت 3 تخت 1 2 طبقه 2 تا معمولی. بله 3 تا تخت و یه سری خورده ریزه. آخرش چند؟ ببین آقا جان، ما اول و آخرش حرفم یکیه، برن از همسایه‌ها بپرسن. همون که گفتم 20 میلیون تموم.
شما چک هم قبول میکنی؟ بله، چک، سفته، برا، همه چ. پس اگه میشه وسایل ما این گوشه کنار مغازه بمونه، ما بریم دونگ بقیه بچه‌ها رو بگیریم بیا. ببینم تو گوشه و کنار میبینی اینجا؟ بالا و پایین و وسط و بغل و چپ و راست همه پره که قبل از غروب آفتاب بیام وسایلت رو بردارم ببریم. ببین سایه بیه لبی ایدر ما رفتم خانه گفته بشون باشه آقای تفرشی، اصلا میخوانی رفیق من اینجا گرو بمونه که وسایل ما رو رد نکنید بره؟ ای اصلا رسول نجفیان خودش با دسته هنرمندانش بسم چای و بود آبقند و بود. چه هنرمند، چه پذیرایی واقعا. چرا این کاری کرد؟ هیچ و روز به تا دیدش اصلا قرش کرد پس افتاد. ربطی داره هنرمند مردمی، هنرمند خاکیه. تازه فرید من چه آنی هم دارم. چی چی داری؟ آن بابا بله اون کو این روز برای بلش کنی میگه استاد فوت به چای میکرده با این قشوخ چی میذاش دهنه. آقا اینا اگر بوش بدین از استاد شبهای گلبندک. شبهای گلبندک چه ناتم چیده؟ بگو صدای آیه تو خزم شکیباییه استاد پرستی رفیق استاد نجفی هم خسته دیگه کارو از تن بیرونه. تا پنجه هنرمندانه ای داره سازم زدم مگه؟ بله پنجه هاشو با دقت بگو کرد. آخو گرگست مگه؟ بچه تو چرا هرچی کار تون دیدی به سنی دیمی خوره؟ شما چی کار کردی؟ ما یه سری وسیله جدا کردیم، حالا باید بریم حساب کنیم. چقدر شد؟ 20 میلیون. 20 میلیون دونگ هر کدوم میشه نفری 5 میلیون. من چی پس؟ شما هر وقت به سن روش رسیدی دنگ دا بده. اون بهتر نبود قبل اینکه برین سمسری فکر پولشون میکردین؟ جنوبالی که میگه اقتصاد پایه همه چیزه، چرا به فکرت نرسید این سری؟ که گفت چکم قبول میکنه. آره بچه ها ما امشب املت میخوریم. بس بچم آرام وجود. تو چجوری میخوای تا شب 20 میلیون پول جور کنی؟ تو کشوی داره به رستاد پیداش کردم. ای میگم باید بریم پس بریم. میگم یه فکری هم داشتم البته ولی نه بلش کنچ. خب بگو. نه بابا اصلا غلطه بلش کن پس بگو. یه بار شما اومدید شهرمون من ازتون امضا گرفتم. من هنوز اون پیشبند رو دارم. پس میدی روز به کاشون پیشبند بچگی تو داشتی. اونو که دارم تو اون جعبه هست. واقعا؟ تو پیشبند بچگی تو با خود میکشونی این بر اون بر؟ که من از چند هنرمند معروف امضا دارم. عمرم بزنم با اسم استاد کلاه برداری کنی. بابا خره کلاه برداری خو کلاه برداری کدومه؟ ما داریم به فرهنگ این کشور خدمت میکنی. مزخرف نگو حامد. بابا اصلا خودت بیا نگاه کن.
نگاه کن استاد، تو یک قرون آخر اینو چک کشیده، موجودی صفر. حالا ما الان 20 تومن چک بکشیم چی میشه ها؟ هیچ، چکش برگشت میخوره. بعد استادو ممنول خروج میکنن دیگه، بر 20 تومن کسی زندان که نمیندازن، عوضش استاد توی این مملکت موندگار میشه. شب طوفانی تا دشت ها